خطر بزرگی رو پشت سر گذاشتی. از این به بعد باید بیشتر مراقب باشی. شنیدی کوزه؟ باید روک بهت بگم، اگه مواظب نباشی با شرایط بدتری مواجه میشی. خدا نکنه. اینم بدون همیشه شانس نمیاری. آدم وقتی مریضه مگه خودشو اینطوری داغون میکنه؟ مادرم همه چیزو گفته، مگه نه؟ بل اینکه کمکت کنم ازش پرسیدم. واقعا از خودت مراقبت نکردی. از این به بعد الکل ممنوع. برنامه رژیمی هم که بهت میدم باید حتما رعایت بکنی. دعوا کردنم ممنوع. بازم بگم یه کافیه؟ ها بگین آقای دکتر، بگین. از خودت محافظت کن و از موقعیت‌های خطرناکم دور باش. دعوا یه طرف، باکس هم بازی میکنه، باکس. وقتی مدرسه هم میرفتم همینجوری به معلمم شکایت میکرد. وضعیت شوخی بردار نیست. فرض کن تو وجودت یه بمب حمل میکنی. اگه دقت نکنی ممکنه اون بمب منفجر بشه. باشه، نگران نباشین. شرایطت بحرانیه پسرم. هیچ وقت تو زندگیت نباید این واقعیت رو فراموش کنی. نمیشه فراموششم کرد. فامیلی کوزه چیه؟ تکین‌اوغلو. کوزه تکین‌اوغلو تو کدوم اتاقه؟ امروز صبح آوردنش اورژانس. حالت خوبه؟ آره. کمک نمیخوای؟ چرا میخوام؟ میای سرپام بگیری؟ معلومه حالش خیلی خوبه. از ظهر به این ور حالش خیلی بهتر شده. خدا رو شکر. آه پسر، تو توالتم راحتم نمیذاری؟ یه مدت همین جوریه، زیاد سخت نشه. شلوغش نکن بابا. مواظب باش پسرم. مامان جونم پسرم، خیلی خسته شدی، برو خونه استراحت کن. تنهاد نمیذارم بابا، لطفا برین. نیازی نیست همتون اینجا بمونین، من خوبم. آره بابا، شما با مامان برین، من پیشش هستم. تو مگه فردا امتحان نداری؟ نه مامان جون. چطوری داداش؟ خوش اومدیم. فدات بشم. چطوری عزیزم؟ راستش مثل یه بمبم، دکتر میگه. خدا بد نده. خیلی خوشبختم. ببخشید زودتر نتونستم بیام، امروز ارجان نبود، دست تنها موندم. به منم مرخصی ندادن، تمام روز همش فکرم اینجا بود. چطوری داداش کنه؟ معرفی نکردم، من سیمای هستم، خاله همدان هستم. خیلی خوشبختم. خوش اومدید. سلام، خدا بد نده بهتون. ممنون. بفرمایید اینجا بشینید. لطفا راحت باشین، من همینجا پیش کوزه میشینم. هممونو خیلی ناراحت کرد، حالا من یکم اذیتش میکنم. خب چه خبر؟ آی ننه جون، چه خبر؟ راحت اینجا رو پیدا کردی؟ ای وای، اصلا کجاست؟ ایول داری داداشی؟ همه رو دور خودش جمع کرده، ناز میکنه برامون. ماشاءالله دوست دخترت خیلی خوشگله علی. آره خب، ولی سیمای دوست دختر کوزه. معذرت میخوام، من نمیدونستم. مامان اینا داشتن میرفتن، بهتره که من برم برسونمشون. بابا حتما خسته شدین، شما برین، هر کاری باشه ما تا آخر شب اینجایی. بریم. باشه، صبر کنین یه لحظه. خوش اومدین. ممنونم عزیزم. ای این چه قیافه‌ایه؟ چی شده؟
نامزد کردیم. چی؟ شرکت های سینای رو کارخونه کاتمان اغلو انگشتر عروسی رو دستشون کردن. تحت پروتکل امضا کردیم. هم تولید سرامیک هم بازاریابی، دیگه از رقابت دست کشیدیم. به جای این که هر کدوممون تو بازار اروپا مجادله کنیم و شیرینی قراردادمون رو با شرکت خارجی قسمت کنیم، دست به دست هم میدیم و به عنوان یک شرکت بزرگ جلوشون در میاییم. یعنی میگین این تصمیم درستیه؟ حتما درسته. خیلی وقته که برای این موضوع وقت گذاشتیم. بررسی‌های لازم همه انجام شده و نشون میده که این کار 100% به نفع سینانر تموم میشه. البته کاتمان اغلوها بیشتر استقبال کردن. پسر پدرش رو قانع کرد. بچه باهوشیه. میدونه که برای هر دو طرف این بهترین فرصت ممکنه. مبارک باشه. فردا دور هم جمع میشیم و یه جشن خودمونی میگیریم. تو مراسم نامزدی باریش هم رسمن این موضوع رو اعلام میکنم. من خواستم میرم استراحت کنم. تمام روز به تلفن ونوس جواب ندادی، نگرانت شده، بهش یه زنگ بزن. الان حوصله ندارم با کسی حرف بزنم. از این قضیه اصلا خوشش نیومده. هنوز اولشه، یکم گارد گرفته، کم کم متوجه میشه که سود اصلی رو اون میبره. خودت حالا میبینی. برم بهش یه سر بزنم. بانو برو راحتم بذار. اصلا نمیشه. مهمترین بخش سرمایه‌مون رو دو دستی تقدیم کاتمان اغلوها کردیم. بعدش هم داریم به این افتخار میکنیم. خیلی جالبه. بابا خوب میدونه چی کار میکنه. انتظار نداشتم ازم حمایت کنی. میدونم برای پروژه سرامیک خیلی زحمت کشیدی، برای همینم ناراحتی، میفهمم. ولی خب بسته دیگه، تو هیچی نمیفهمی. به من چه؟ چرا از من ناراحتی؟ مگه من به بابا گفتم با کاتمان اغلوها شریک بشه؟ گونه جونت گفت، اون رو بابا کار کرد. تو تمام بازارهایی که به صورت دوره‌ای تقاضا کم میشه، کسایی که با هم متحد نباشن به شکست محکوم میشن. دقیقا با این حرفا مخشو شستشو داده. در واقع مقصر اون نیست، مقصر اونیه که بهش اجازه نظر دادن داده. ولی حرفاش همیشه درستن. چون تو ازش بدت میاد اینجوری میگی. حالم به هم میخوره از اینکه همش بهش حق میدی. اون کیته هان؟ کیته؟ هر لحظه ای که بابا با میگذرونه به نفع خودش استفاده میکنه. فرصت طلب. آروم باش. داره برای آیندهش سرمایه گذاری میکنه. اینو نه تو میبینی نه اون بابا. بی‌انصافی نکن، این کار به اون ربطی نداره. هر چیزی که به تو مربوطه به اونم مربوطه، همه چی. از این حرفت خوشحال شدم. بانو بس دیگه، میشه لطفاً تنهام بذاری؟ لطفاً ازت خواهش میکنم تنهام بذار. خواهش کردم بانو، لطفاً. خیلی خوب. علی جان تنهاش نذاری یا؟ نگران نباش. چش از روش بر ندار، مثل صبح دوباره میافتیم تو دردسر. باشه، من بابا اینا رو میرسونم دوباره برمیگردم. برای چی میای؟ خب من اینجام دیگه، کوزیم نبینتت بهتره. حواست بهش باشه. برو داداش برو، نگران هیچی هم نباش. خیله خب، مراقب خودت باش. باشه گنه. امانت کوزی دست منه، گذاشتمش خونه. 20,000 لیره رو که نمیتونم با خودم بیارم اینجا. میتونم 20,000 تا؟ یکم دیگه بخواب پسرم، ایشالله خدا سلامتی تو برمیگردونه. نگران نباشید، من ازش مراقبت میکنم. من دارم میرم، بیاین دیگه. باشه اومدم. خب دیگه، اول خدا بعدشم به تو سپردمش. برو خیالت راحت باشه خاله. ایشالله
این دختره کیه؟ از کجا گیرش آورده؟ من نمیدونم. لااقل یکی بهترش رو پیدا میکرد. اصلا به دل آدم نمیشنه. شما برین، من میخوام قدم بزنم. سامی کجا میخوای قدم بزنی؟ بریم خونه، میری کنار ساحل قدم میزنی. برو سوار شو زن. سامی کجا؟ گنه این جلشو بگید پسرم. میخواد یکم تنها باشه. بازم میخواد بره سراغ اون یارو، خودشو تو دردسر نندازه. یارو فرار کرده رفته، به این راحتی هم پیداش نمیشه. مغازش هم بسته بود. ای خدا. الو. وقت بخیر. سلام. چند بار زنگ زدم جواب ندادی که هیچ، نخواستی یه زنگم بزنی. فرصت نشد. نگران کوزی بودم، به خاطر اون پشت سر هم زنگ زدم. حالش چطوره؟ خوبه، بد نیست. اگه هنوز تو بیمارستان، فردا بهش یه سر بزنم. اونجا نیستیم، رفتیم یه بیمارستان دیگه. چرا؟ مجبور بودیم. الان کدوم بیمارستانه؟ فهمیدم، بیشتر از این مزاحم نمیشم. به همه سلام برسون. باشه. راستی تبریک میگم، با آژانس تبلیغاتی قرارداد بستی. از کجا فهمیدی؟ چقدر احمقم. میدونم از دوستت چنیدی. دوستم کیه؟ عصبانیم نکن. معذرت میخوام، باید میگفتم بانو خانوم. جمله بس کن اصلا. حالا حوصله هیچی ندارم. اصلا وقتو از دست ندادی، صمیمی تر شدین. چی داری میگی تو؟ جمره دخترم، این کرم معجزه میکنه. برای اینکه با بانو باشی این شرایطو بهونه کردی، برای اینکه بتونی راحت تر باهاش باشی از من جدا شدی. من از تو جدا نشدم، خواستم یه مدت از هم دیگه دور باشیم. از یه طرف هم منو میخوای تو آب نمک نگه داری. مثل همیشه بازم منو نمیفهمی. ببخشید من خنگم، مثل بانو زود همه چی متوجه نمیشم. تو بانو رو بهونه میکنی، در واقع خودت میخوای جدا بشیم. چرند نگو. تو بلند شدی بودو بودو رفتی بازیگر شدی. هر طور که دوست داری فکر کن. یعنی اینقدر منتظر فرصت بودی؟ آره منتظر بودم. با این که میدونستی من دوست دارم؟ دیگه قطع میکنم گنه، پشیمونم کردی از زنگ زدن. شب بخیر. این کرمه خیلی عالیه. ببین صورتم چقدر فرق کرد. وای ازت خیلی ممنونم جمره، ارزششو داشت. باز چت شده؟ خودتو به اون را نزن، خودت چنیدی چی شد؟ نمیخوام چیزی بگم که بیشتر ناراحت شی دخترم، ولی دیگه بسه دیگه، به خاطر اون انقدر خودتو ناراحت نکن. ای بابا، ببین همیشه یه جوری میخواد تو رو محدود کنه، میدونه که چطوری ناراحتت کنه. همیشه بهت گفتم ولی حرفمو گوش نکردی. بالاخره باید چهره واقعیشو میدیدی که بفهمی چه جور آدمیه. کسی که با داداشش این کارو کرده فکر میکنه خیرش به تو برسه؟ تو این مدت هم سبک سنگین میکرده که آخرم انتخابشو کرد. ول کن دیگه، فکرش هم نکن، مسئله رو کش نده، به خودت فکر کن. آینده روشنی داری، خیلی درخشان. تو فردا پس فردا مشهور میشی. اون چی؟ اون یه بیچاره ایه که تو زمین گلف باید واسه دختر مایه دار توپ جمع کنه. بوی خوبی آره. داره. پول خوب، جنس خوب. تا بال همچین کرمی استفاده نکرده بودم. اون عطرای کوچولوی اشانتیانی رو کجا گذاشتی؟ زود باش برام بیار. گذاشتمشون تو کیفم. بیارشون، میخوام بو کنم ببینم چطورن. تو هم بعدن از این بزن. باشه. چی شد؟ پیداش نمی کنی؟ کوچولو ان رفتن تای کیفم. کیفتم که ماشاءالله این زنبیل میمونه. بریز اینجا ببینم. آآ. این چیه؟ جا دستمالیه. از رستورانی که امروز رفته بودیم برداشتم برای یادگاری. چشمم روشن. شمارم داره. نقره واقعیه. وای. خوبه که موقع برداشتن کسی ندیده. مگه میشه گفت به عنوان یادگاری برش میدارم؟ خدای نکرده فکر میکنن تو دزدی. دیگه از این کارا نکنی یا هرگز. باشه. عالیه.
دیگه چه صداییه؟ بابا کار ما یه جوریه که به جای اینکه صبح خروسا ما رو بیدار کنن، ما اونا رو بیدار میکنیم. داداش برو خونت بگیر بخواب. علی سیمای تو هم برو، اینجوری معذب میشم. نه بابا، ما بریم که تو هم زود در بریاره. خیال کردی سیمای هست دیگه، تو برو. از چشات داره خواب میریزه، تا 2 دقیقه دیگه خوابت میگیره. باید صدای خورخورت رو تحمل کنم. چی؟ من؟ خوابم نمیاد. باشه برو داداش ببینم. باشه. یه چیزی میخواستم بهت بگم. بگو. اولش کن بعدم میگم. انگار محرمانه است. نه ولی باشه، بعدم بهش میگم. نه همین الان بگو. باشه من میرم یه چایی برای خودم بگیرم. چه دختر فهمیده ایه؟ بگو دیگه. خب دست من یه امانتی داری داداش، در واقع یکی نه 20,000 تا. یعنی چی پسر؟ 20,000 تا، 20,000 لیره مامانت امانت بهم داده. از کجا این همه پولو پیدا کرده؟ پس انداز کرده. ای بابا، برای اینکه سرمایه داشته باشی و بتونی یه کار جدید رو شروع کنی. میدونست تو قبول نمی کنی، خواست که من وساطت. قبول نمی کنم. ای بابا بگیرش دیگه. از کسی یه قرونم نمی خوام. باز خول شدی؟ یه قرون نیستش که، 20,000 لیره است. بگیر بذار تو جیبت، برای شروع کارم کافیه. به عنوان قرض قبولش کن، بعدم پس میدی. نمیخوام علی. دیگه داری اعصابمو خرد میکنی. الان وقت مسخره بازی نیستش، پول دست منه، جاشم امنه. گفتم که با خبر باشی، فقط همین. مامانمو باش. از آدم خصیصی مثل سامی چطور اون همه پول مخفی کرده؟ اگه با مام بشنوه حتما سکته میکنه. پسرت نمیتونه یه جوان بشه. اگه به حرفم گوش میکرد حد اکثر چشمو حبس میکشید و آزاد میشد. میدونم. وقتی به هر بهونه‌ای درد سر میسازه محکومیتشم طولانی تر میشه. همین. من اونو از هر برای دورش کردم، ولی نمیتونم جلی رفتارشو بگیرم. بعد این همه اتفاق عاقل شده. برای اینکه بیشتر از این مجازات نشه، این جریان آخر رو به کسی نگفته. دروغکی گفته پام سر خورد و افتادم رو تیک شیشه. کسی که زخمیش کرده چی؟ زیاد این تو موندگاره، به کسی هم چیزی نگفتیم. کوزیم اول رفت بیمارستان، بعدش هم یه بخش دیگه. پروندهش فعلا مختوم است. مقصرم که کوزه شد. پس دیگه باید ساکت باشه و بشینه سر جاش. اینطوری واسه همه بهتره. خیابون تعمیرگاه. تو هم خوابت نمیبره؟ نه میخوابم، اومدم آب بخورم. ساعت 3 شد، هنوز از بابات خبری نشده. خیلی نگرانم پسرم، کجا میتونه رفته باشه؟ نگران نباش، میاد. میترسم خودشو تو درد سر بندازه. مامان یه چیزی میخوام بگم. پولی که من به تو دادم و دادی به کوزه؟ گفتم از من قبول نمی کنه. دادم به علی، اون بده. یادم رفت بهت بگم، من 8,000 لیرشو نگه داشتم.
چرا همچین کاری کردی؟ من گفتم کلشو بده. اگه تموم پولو به اون بدی اون وقت تو چی پسرم؟ یا اگه به چیزی نیاز داشتی از کی میگیری؟ خب دست منه، اگه احتیاج داشتی ازم میگیری. من حواسم به خودم هست، خواستم که نیاز کوزهی برطرف بشه. پسرم چه 20,000 چه 28,000 تا فرقی نداره، کوزهی هر چی دستش بیفته رو همه رو به باد میده. گفتم لااقل یکمشو نگه دارم. سامی؟ چیه؟ خدا رو شکر. خیلی خوب دیگه، شب بخیر. خیلی خوب، تو برو، شب بخیر. کجا بودی؟ خیلی نگران شدم. قدم میزدم. تا الان؟ خب کجا؟ خیلی نگرانت شدم من. نشو، مگه من بچه‌ام؟ هی، دستات چی شده؟ چیزی نشده. دستات سوخته؟ نه، چیزی نیست. بیدارت کردم. چیزی میل داری؟ برات آب بیارم؟ بیا پیشم ببینم. گوگولی جا میشیم، بیا. کوزه تو دیوونه ای به خدا. خودم هم میدونم، بیا دیگه. مراقب باش. به بیمار اتاق 204 دوبار سر زدم، تزریقش هم انجام شد. استانبول شاهد صحنه خطرناکی بود. بیمار اتاق 210 فشارش بالا بود، زیر زبونی دادیم، مراقبش هستیم. نامعلوم در آتش سوخت، در حالی که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن حریق تلاش می‌کردند. مسئولین علت این خرابکاری در وقوع آتش سوزی را بیان نکردند. و حال توجه شما بینندگان عزیز را به اخبار خارجی جلب می‌کنم. از میلان، شهر مد و لباس، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در شو لباسی که با شرکت بهترین مانکن‌های ترک در میلان داره برگزار میشه. کارتون که تموم شد، شیشه‌ها رو پاک کنی. چند روز تمیز نشده. من دیروز شیشه‌ها رو پاک کردم. امروز هم پاک کن. چشم استاد. صبح بخیر. شما فقط بهم گفتین که بوکس نکنم، برای همین منم بهش گفتم بیاد پیشم. اینجا اتاق خواب نیست، بیمارستانه. میدونم، ولی انقدر راحته که راستش فکر کردم اینجا خونم. ما هم تو تخت خوابمونی. کوسی واقعا که خیلی پر روی. بریم. پشو، برو پایین. پشو الان من از بیمارستان بیرون. تقصیر خودت بود، آبرومون رفت. برو دیگه. آخ، یواشتر. چقدر خوشگل شدی عزیزم. ممنون. صبر کن یکم دیگه تافت بزنم باد خرابش نکنه. امروز فقط لباس انتخاب میکنن، فیلم برداری که نیست. آره فکر میکنم شاید لباسایی که انتخاب میکنین بعدن بهت بدن. ها، مال تو میشن. نمیدونم. حواست باشه که چیزای خوبی انتخاب کنی، شاید بعدن به خودت بدنش، لباسی که بتونی همه جا بپوشی. اونا لباسا رو انتخاب میکنن مامان جان.
اما بالاخره اونی رو که بهت میاد تنت میکنن. ای بابا، کاش که امروز عروس نداشتم، منم باهات میومدم. خیلی خوب، خداحافظ. زود باش دخترم، دنیای جدید منتظرته. مامان جونم سلامت. خداحافظ. آی داشت یادم میرفت، یه دقیقه صبر کن. بگیر، این پول تاکسیه. برای دفعه بعدم نگی ساعت چند بیاما، بگو ساعت چند دنبالم میان، بیان تو رو از خونه ببرن. دستوری نگی، خیلی مؤدبانه خواهش کن. باشه. برو دیگه عزیزم، خدا پشت و پناهت. برو عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر حسین آقا، خیر باشه سر صبح. دیروز نبودین، نتونستم عکس‌ها رو بهتون بدم. آمادن. کدوم عکس‌ها؟ عکسایی که دخترتون تو بله برون گرفتن. بدینشون به من. بفرمایید. هرچند دیگه نامزدیشون به هم خورده. مامان. یعنی واقعا به هم خورد؟ ما اینطوری خواستیم. ای بابا، ناراحت شدم. والا من که اصلا ناراحت نشدم. میخواستم ببینمش. چیو میخواستی ببینی مامان؟ بعدم بهت زنگ میزنم. روز بخیر. متشکرم. قراره تو فیلم تبلیغاتی بازی کنه، میره پروه لباس. ببخشی، نمیدونستم جمره خانم ناراحت میشن. اگه من نمیگفتم خب از کجا باید میدونستین؟ پول عکس‌ها چقدر میشه؟ قابل نداره. مگه میشه آقا؟ لطفاً بگین پول عکس‌ها چقدر میشه؟ آخه دلم میخواست به عنوان هدیه بدم جمره خانم. دیگه شرایط عوض شده، باید پولو پرداخت کنم. چون شرایط عوض شده نباید پرداخت کنین دیگه. ای خدا، چی شد؟ چرا به هم خورد؟ فضولی نباشه. آخه خیلی به هم میومدن. البته هرچی قسمت باشه. الان با آقا سامینا قهرین؟ چرا باید قهر باشیم آقا؟ مثل هر آدم دیگه با هم سلام علیک و احوال پرسی داریم. من عاشق همین اخلاقتونم گلتن خانم. از خانمی مثل شما همینم انتظار میره. ازتون ممنونم. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر باشه. ایشالا که موفق باشه. خدا. جلب. خیلی خوب دیگه بچه من رفتم. چیزی میخوایی من اومدم عصر با خودم بیارم؟ صبر کن من جواب میدم. بده به من. گونه یه. بگو داداش جون، جایی نرفتم، بگو. کوزی، بابا محله کار فرهاد آتیش زده. چی؟ به خدا راست میگم کوزی، همین الان تو اخبار شنیدم. نشونی که دیروز بهم دادی، همونجا رو میگم. اون این کارو نکرده. رو دستش هم اثر سوختگی هست، مطمئنم کار خودشه. ای خدا. از بیمارستان که اومدیم گفت میخواد قدم بزنه. بعدم که خیلی دیر اومد خونه. دلیل سوختگی دستش هم نگفت. وقتی تو تلویزیون اخبار میگفتن از قیافش فهمیدم. اونم فهمید که دوزاریم افتاده. چی شده؟ نمیشه ازش پرسید. به خودم رفته. چرا میخندی خب؟ آخه خنده داره. نخندم. تو رو خدا از تخت پایین نیا، دوباره احمق بازی در نیار. باشه پسر، این یاری یه وقت کار دست بابا نده. یه دقیقه سیمای، اون کنترل رو بده لطفا. خب من دیگه رفتم، عصر میبینمت. میرم خونه لباسامو عوض میکنم بعد میام. امیدوارم دکتر رو نبینم. الو. خب بگو چی میگفتی؟ داشتم میگفتم میترسم یارو بفهمه کار ماست. البته که فهمیده. شرایط الان یک یک مساویه. اینو باش. اون یارو کوتا نمیاد، مطمئن نمیره شکایت میکنه. امروز مگه ما رو نکشوندن کلانتری؟ فرهاد حرفی نمیزنه. از کجا میدونی؟ چون که در شأنش نیست. دشمن خاصی داری؟ نه.
خب پس نظرتون در مورد این اتفاق چیه؟ یه حادثه بوده. ولی بنزین ریختن و آتیش زدن. اشتباه شده. کسی با ما همچی کاری نمی‌کنه. چون که دلیلی نداره. مطمئنم. مگه من بعد از جریانی که به سرم اومد لش دادم؟ اونم چیزی نمیگه. من مطمئنم. از این به بعد دیگه جفتمون به هم بدهکاریم. هر جا میره تعقیبش کنین. حواستون بهش باشه که کجا میره. اطرافیانش هم همینطور. بالاخره به هم میرسیم. نگران نباش پسر، مثل فیلمای مافیایی داری صحبت میکنی. تو اصلا خودت هم میدونی داری چی میگی؟ تو نگران نباش، من خودم میدونم. کارام که تموم شد میام پیشت. خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. چی کار میکنی؟ هیچی، میخوام برم نیشانتاشی. میرم که به کشتی برسم. بیا بالا، میرسونمت. نه، مسیرتو عوض نکن، مرسی. منم همون ورا میرم، بیا. میری آژانس؟ نه، با یکی از مسئولای آژانس قرار دارم. برای فیلم برداری باید لباس انتخاب کنن. آها، گرفتم. کوزهی چطوره؟ 10 روز دیگه باید اونجا باشه. 10 روز؟ یعنی اینقدر وضعش وخیمه؟ تا خوب خوب نشه مرخصش نمی کنن. پس یه سر بهش بزنم. خوبه؟ خیلی وقت بود اینطوری نباخته بودم. امروز حواست پرت بود. تو پرتش کردی. خیلی حیف شد. فکر کنم تو فکر جای دیگه است. تو بازی هم توپا رو از دست میدادی چون همش حواست به ساعتت بود. برادر دوست پسرم تو بیمارستانه. میخوام برم اونجا. چی؟ دوست پسرت؟ آره، داداش گنه تو بیمارستانه. گنه دوست پسرته؟ نمیدونستم. در واقع نخواستیم تو دهنو بیفته، ولی تو که غریبه نیستی. حالا که شهری کم شدیم دیگه از خانواده محسوب میشی. الانم حواس من پرت شد. چرا؟ ازم میپرسی چرا؟ چون که ازت خوشم میاد. فکر میکردم که متوجه شدی. معذرت میخوام. این گونه دیگه از کجا در اومد؟ همیشه بوده. عجیبه. اونو دست کم نگیر. آدم موفقیه. در ضمن اتحاد شرکتمون هم پیشنهاد گونه بوده. من دیگه برم. نمیخوای دوش بگیری؟ نه، میرم خونه میگیرم. امروز خیلی چیزا عوض شده جان.
من نمیخوام دوستیمون به هم بخوره. تو خیلی برام ارزش داری. بانو جان، دوستیمون به هم نمیخوره. البته اگه بتونم این درد رو فراموش کنم. انشالله. مسخره نکن. خدافظ. ممنونم. خواهش میکنم. به همه سلام برسون. به بانو هم همینطور. از طرف منم ببوسش. با من اینطوری حرف نزن جمره. مدام داری منو به بانو ربط میدی. یه همچین چیزی نیست، بفهم. آره، حتما تو راست میگی. دیشبم از این حرفای مزخرف زدی. میدونی چقدر اعصابم خورد شد؟ تو هم به من گفتی آدم فرصت طلبی ام وقتی کار این آژانسو قبول کردم. معذرت میخوام. حرفات خیلی به هم برخورد، میدونستی؟ خب عزیز من، حرفای تو هم به من برخورد. تمام شب داشتم حرفاتو مرور میکردم. به من میگی تو فقط میخوای مشهور شی، ولی من برای خودم دنبال یه راه چارم. مشکلم مشهور شدن نیست. دوست ندارم همه عمرم گارسون باشم و جلوی مردم دلاراز شم. اون وقت این چیز بدیه؟ البته که نیست. برای من همیشه زن گنه تکی نقل شدن یه رویا بود. مامانم همیشه به هم میگفت رویاهای تو انقدر کوچیکن که اسمشون رویا نیست. راست میگفت. الان دیگه همچین رویایی ندارم. این حرفا رو نزن دیگه. پس چی بگم کنی؟ ها؟ چرا یهو گفتی از همدیگه جدا شی؟ جمره، دارم روزای سختی رو میگذرونم. نمیتونم بگم چه کابوسایی میبینم. خب بگو. پس چرا به من چیزی نمیگی؟ کابوس تو برای منم کابوسه. باید به منم بگی. چرا جواب ندادی؟ الان نمیخوام حرف بزنم. جمره، 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 یه لحظه صبر کن دیگه. کجا میری؟ روزای سختی رو میگذرونی چون عذاب وجدان میکشی. کابوستم منم چون هر دومونو با هم دیگه داری. نه، چنین چیزی نیست. بانو یا جمره، بانو یا جمره، البته که بانو. به بانو هیچ ربطی نداره. همش به خودم و زندگیم مربوطه. باورم کن. باشه عزیزم، من مزاحمت نمیشم. با خیال راحت با بانو جونت صحبت کن. خداحافظ. الو عزیزم. ببخشید داشتم رانندگی میکردم نشد جواب بدم. چی شده؟ گفتی که مهمه. امروز زندگی توس میشه، خبر داری؟ این یعنی چی؟ امروز بین کاتمان اغلو و سینان ایر امضاهایی صورت میگیره. بانو چی میگی؟ بله، تو پیشنهاد این کارو دادی. باورم نمیشه، خیلی خوشحال شدم، بهت افتخار میکنم. تو هم دیگه تو این کاری؟ بابا میخواد که تو این کار آزمایشی کار کنیم. واقعا؟ فکر کنم میخواد تو به عنوان مربی کارکنان کنارش باشی.
عالیه. میدونی این باعث پیشرفت کار خودمونم میشه. عالیه مگه نه؟ چی بهتر از این؟ آره خیلی هیجان زده شدم. خیلی. در حالی که بررسی ها برای دستگیری شخص یا اشخاصی که مسبب این آتش سوزی بودند انجام میگیرد، صاحب ملک آقای فرهاد نزیه در مقابل سوالات پلیس سکوت اختیار کرد. بله بابا، چی شده؟ چیزی نشده بابا. خب فکر کردم که از اینجا که بیرون اومدم باهات بریم مغازه جدیدو بچینیم و شروع به کار کنیم. هم خونه هم مغازه رو خودم اسباب کشی میکنم. تو فکرش نکن. باشه بابا. تو مغازه بهت کمک میکنم. دست درد نکنه. دست تو درد نکنه. خب دیگه خداحافظ بابا. خداحافظ. مواظب باش پسرم. بذار کمکت کنم. نه خاله هندان، زحمتت میشه خودم میارم. ممنون پسرم. بیا بیا. خوش اومدی. روز بخیر. چشمتون روشن. خدا بد نده. خدا بد نمیده بابا. علی جان ممنونم، زحمتت شد. نه موسامی این چه حرفیه؟ ببخشید دیگه ماشین نداشتیم، وگرنه بهت نمیگفتم. شما هم نمیگفتی میرفتم. امروز روز استراحتمه. ممنون پسرم. یالا بچه ها بیاین بیاین. سامی تو هم بیا بالا، زود باش. یه چایی دم میکنم، همگی با هم میخوریم. میخواستم بگم که بالا است. به 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 جمره خانم. چه خبر؟ سلام. خوش اومدی.
خوش اومدی. بابا خاله هندان راضی به زحمت نبودی؟ چه خبر شیطون؟ خبری نیست. علی گفت امروز مرخص میشی، برات فرنی درست کردم. آوردم که بخوری. نه بابا. ممنون نسیسم. با دستای خودت ها؟ باورم نمیشه. بشینین دیگه. بهتر شدی؟ مثل بمبم. آره خوبه، یه مش بزن تو شکمش امتحان کنی. آی اصلا. بزن. نه بابا شوخی کردم. خاله هندان این چه کاریه؟ بیا. خوش اومدی سیما. با گونه آشتی کردی؟ مگه قهر بودی؟ مگه جدا نشدی؟ اما دوستیمون برقراره. نه اون نمک رو من میدی. مامان چای داریم؟ عزیزم خیلی زحمت کشیدی، همه کارا رو کردی، دست در همه چیز تو آشپزخونه آماده بود. من کاری نکردم، فقط منتظر شدم شما بیاین. چایم دم کردی؟ بله. من کجا میتونم دستامو بشورم؟ دستشویی اون طرفه. عطرتون خیلی خوشبوه. عطر نزدم، نرم کننده جدیده. آکه اینطور. حاله مهمونم اینجاست، از اینا استفاده کن. ممنونم. خواهش میکنم. خوبی پسرم؟ آره خوبم مرسی مامان. میخوای یکم دراز بکشی؟ خاله هندون انقدر لوسش نکن. ای بابا راحتم بذار مامان. تو هم بگی بشین جمره، چیزی نمیخوام. شکمتو سیر کن، باید قرص بخوری. سیمای تو هم بیا بگی اینجا بشین. اومدم. ببینین کیکو من درست کردم. نه بابا واقعا؟ دست درد نکنه دخترم. من که باورم نمیشه. منم دستمو بشورم و چایی بریزم. حتما الان دیگه دم کشیده، مگه نه جمره؟ دم کشیده. آره من میریزم خاله هندان جون. تو جاشونو بلد نیستی. ممنونم. خود شیرینو میبینی؟ خاله هندان جون، ما هم که نفهمیدیم. خب چرا خاله هندان یه عزیزمی چیزی بهش نگفت؟ مسخره بازی در نیار، زشته. داداش این دختره داره رو مامانت کار میکنه، از الان بهت گفته باشم. من فقط گفتم چایی بریزم، مگه چی گفتم؟ چای ریختن خود شیرینیه. بیا بریم، من جای فنجونا رو بهت نشون میدم. مطمئنم یه خبراییه، این دختره تو مخش فرو شده که عروس مامانت بشه. ببین کی بهت گفتم داداش. ببر صداتو. پسر بس دیگه، جوگیرش میکنی ها. چشم، پیام دریافت شد. دیوونه هست، فقط به من گیر میده. سب کن به این چقدر خوشمزه است. راستی کار فیلم برداری چی شد؟ داره شروع میشه. وای چه خوب. بچوری داره حسودی میشه. چرا باید حسودید بشه؟ آخه محیط کاریش خیلی جذابه. جذابه ولی خب تو چی کار میکنی؟ میبینم که با خانوادش خیلی صمیمی شدی. تو این 10 روز انقدر تو بیمارستان رفت آمد داشتی، مدام همدیگر رو میدیدیم. اما هندان خانم همش سنگ میندازه. نه اینطوری نیست. چرا همینطوریه؟ همش دست به کمر وای میسه. یه مادر شوهر حسابیه، تو منم میبینه یه ابروش میره بالا. نه بابا زن شیرینیه. چی بگم والا، از این به بعد باید از تو یاد بگیرم. خاله بازم هنرنمایی کرده، از همه نوع از همه رنگ، همه چی عالیه. دست درد نکنه خاله. نوش جونت پسرم. تو هم یه کمی بخور عزیزم، همه رو یه جوری درست کردم که با معدت سازگار باشه، کم چرب و سبک. دست درد نکنه. ممنون. ریختی چایی رو؟ شما بفرمایین بشینی. بده به من تو بشین. نه من خودم میذارم. ای بابا مرسی. دست بیا عزیزم، از این ور. به سلامت. سلام بابا. سلام. دیر اومدیم. جلسه دیر تموم شد. اومدن؟ بالان.
بیمارستان نیومدی؟ علی رفت دنبالشون. تموم نشده دیگه بابا، چیکار کنم؟ حالتون چطوره؟ خوبم مرسی. گنی چی شد؟ نپرس. چرا بپرس؟ وقتی مرخص میشد همه بیمارستان پشت سرش گریه میکردن. پرستارا، خانم دکترا، اگه میدیدی زار میزدن. علکی نگو پسر. راست میگم دیگه. به ببین کی اینجاست. خوش اومدید. به داداش گونه‌ام اومد. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام. بفرمایید. بانو هم که اینجاست. چه ببخشید دیگه، جلسه تموم شده ما اومدیم. منم خیلی کار خوبی کردین. بفرمایید لطفاً. بیا اینجا بشین. منم میرم چای بیارم. شبیه چک برگشتی ها شدی. چه کنیم دیگه، مجبوری عزیزم. چطوری سیمای جون؟ مثل همیشه بازم شیکی. ممنونم. بزین به من. جمره چه خبره؟ خوبم، خبری نیست. خوب؟ کاملا خوب شدی؟ خدا رو شکر هنوز بمبه نترکیده. این کیکو تو پختی درسته؟ میخوام ببینم خوشمزه شده یا نه. یه برش بمیدی لطفا. مرسی. بفرمایی. پیشنهاد میکنم حتما از این کیکو بخوریم، عالی شده. دست درد نکنم. من هنوز جوونم، خیلی آرزو دارم. دستپخت جمرست دیگه، دیگه معلوم نمی کنه. نامردی اگه بخوری. شوخی کردم بابا. بیا عزیز. آی چقدر خوب شده. مثل قدیما شده خونمون. اینا از مدرسه که می رسیدن تو خونه جمع می شدن، درس می خوندن. بعدش هم یواشکی ورق بازی می کردیم بدون اینکه خاله هندان بفهمه. من و جمره درس می خوندیم. کی چایش تموم شده؟ من دارم، ممنون. برای منم بریز لطفا. واقعا که این دختر زیباست. بهت که گفته بودم، هم لطیفه هم وحشی. هم یه دختر کوچیک معصوم، هم یه پلنگ وحشی. برق چشاشو ببین بابا. میدونم، دیدم. کی اومدی؟ آه عزیزم، 5 دقیقه نشده. چطوری عزیزم؟ متشکرم، تنهایی دنبال کارای نامزدیم. ببین چند تا کارمند برای مراسم دارن کار میکنن، تنها که نیستی ونوس. بهتره من برم، شما بتونید راحت صحبت کنید. اینا چی هست؟ عکسای آتلیه جمره است. باورم نمیشه. اونقدر که برای کار این دختره ارزش قائلی، برای مراسم خودت ارزش قائل نیستی. کار این دختره فیلم و تبلیغات محصولات خودمون. خدا لعنت کنه اون فیلم تبلیغاتی رو. تو شب نامزدی من بدون اینکه خجالت بکشی محصولات تو راه اندازی میکنی. این نسبت به من توهینه. یکم آروم باش. سعی میکنم که چیزی نگم، آروم باشم، اما تو بیشتر پارودومم میذاری. عزیزم واقعا، یعنی اینقدر برام ارزش قائلی؟ بشه یه این کارو به مراسممون فکر کن. آروم باش. چجوری آروم باشم؟ عزیزم گوش کن، اولا که راه اندازی اینا نیست، فقط شراکتمون رو اعلام میکنیم، فهمیدی؟ این دخترم برای اینکه محصولاتمون رو تبلیغ بکنه میادش اونجا، فقط همین. ولی اون شب، شب توئه، شب ماست عزیزم. وقتی اون دختر اون وسط میچرخه کسی به من توجه نمی کنه. کسی نمیتونه از تو چشم برداره، فقط هم چشمای من تو رو میبینه. باش عزیزم، دیگه ناراحت نباش. پس بیا به لیست مهمونه یه نگاهی بنداز. باشه باشه. ببین زود اومدم، تمام روزم با تو هم. دوباره قلم نذاری عزیزم، قول میدم. جلسه چطور بود؟ خوب، خیلی خوب. چند روز دیگه ادامه داره؟
از این به بعد همیشه همینطوره. از دانشگاه باید بریم شرکت. تو یه هفته 2 کیلو کم کردم. نه بابا به خدا شکایت نکن، به نفعت شده اینطوری آقا. چی شد؟ کجا؟ من کار دارم. بعدش هم عیادت مریض باید کوتاه باشه. ایشالله زودتر خوب شی. ممنون. همه رو میبوسم، خداحافظ. بازم بیا ایشالله. خداحافظ. آخر هفته میبینمت. بله. مگه تو هم میری مراسم نامزدی؟ مجبورم. در رابطه با تبلیغ من انگار قراره یه سخنرانی بشه. به عنوان چهره تبلیغاتیشون میخوام برم. آه چه خوب. برای یه کاشی جدید. اتحاد شرکت ها به رسانه ها اعلام میشه. جمرم باید تو این جشن دیده بشه. همین. یعنی تمام شب تو مراسم میمونه؟ خب شما میای؟ نه بابا. کارت دعوتتونم دادم، مگه ندادم گنه؟ آره البته. کوزه. ممنون بانو، ولی ما نمیتونیم بیایم. چرا؟ خب مریضه دخترم. نه به این دلیل نیست، چون نیازی نیست. چه خبره مگه اونجا؟ برای اینکه منو تنها نذارین میگم بیاین. خواهش میکنم. حالا ببینیم چی میشه. خب دیگه میبینم اتون دوباره. من راهیت میکنم. نه 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 خودم میرم. به سلامت دخترم. بخیر عمو سامی. برای مهمونی تو باید لباس شب بلند بپوشم؟ بلندی و کوتاهیش با خودت، هر چی دوست داری بپوش. میدونی بانو جان، به نظر من تو اگه کوتاه بپوشی بیشتر بهت میاد. ببینم برای چی میانتون به هم خورده؟ رابطه تونو میگم با جمره. چرا به هم زدیم؟ متوجه شدیم به هم دیگه نمیاییم. از کی تا حالا؟ سال هاست که با هم دیگه ایم. اصلا واسه فکر کردن فرصت نداشتیم. وقتی وایسادیم و فکر کردیم. خب برای چی وایسادی؟ چرا فکر کردی؟ نکنه به خاطر حرفای احمقانیه که به منم گفتی؟ نه رفتارش عوض شده، خودش هم همینو میخواد. دیگه انگشترش هم از تو دستش در فرده. میخواد تو آگهی و سریالا بازی کنه. بابا اینا همش بچه بازیه. خیلی حیفه. اون دوستت داره، تو هم که اونو دوست داری. خب تو چی؟ رابطت با سیمای جدیه؟
از جدیت من چی میخواد در بیاد؟ به چه چیزم اعتماد کنم و جدی باشم؟ من که چیزی ندارم. اما دختره اینطوری فکر نمی کنه. ول کن تو رو خدا. گرم صحبتن با کیف و لذت. خوبه. میخوام در اولین فرصت از اینجا برم، ولی باید بدهیمو به سامی تکین اغلو بدم. بهش قول دادم که تو اسباب کشی مغازه کمکش میکنم. راستی به هندان خانمم بده کارم، خبر داری؟ نه. به زور به هم پول داده، به خاطر من پس انداز کرده. که اینطور؟ آره. ببین عزیز دردونش، فقط تو نیستی، واقعا هنر از دست تکین اغلو 20,000 تو پس انداز کنی. برو بابا. منم تعجب کردم. ببینم نکنه تو هم پول دادی. نه. راستشو بگو. گفتم نه دیگه. تو شهرستانشون یه زمین که ارثیه باباش بوده فروخته شده و برادرش سهمشو بهش دادن، از اونجا آورده. آها، هرچی باشه تا قرون آخرشو پس میدم. گفتم که طور دیگه ای قبول نمی کنم. اینطور به توافق رسیدیم. جمره، 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 اینو بپوشم یا اینو؟ فرقی نمی کنه. اینو؟ بند نمیان اون اشکات ها؟ عزیز دلم، دختر گلم، پول قبض آبت زیاد میادا؟ بی خودی اشکاتو هدر نکن. خیلی ناراحتم مامان. میگذره عزیزم، از تو دارم میسوزم، جونم داره آتیش میگیره. اینا میگذره، چند ما دیگه چیزایی رو که الان اتفاق افتاده فراموش میکنی. چقدر باید تحمل کنم؟ میمیرم. هیچیت نمیشه. یه مدت گریه میکنی، بعضی وقتام عصبانی میشی، شایدم هرست بگیره مثل کاری که الان میکنی، بعدش همش به خوبی ازش یاد میکنی. یه آهنگ، بوی خوب، یه عطر، یه اتفاق، یه چیزایی رو به یادت میاره. شاید بازم گریه کنی. بعدش یه روزی میرسه که آهنگای جدید گوش میکنی، از یه عطر دیگه خوشت میاد، چشم هم بزنی همه چی تموم میشه. میگذره دیگه، زندگی عزیزم همش همینه. بیا اینجاست. خیلی خوب، بیارش پایین. خوبه، گرفتمش. ولش کن. چی کار میکنی پسر؟ اونو بذار زمین. از بیمارستان تازه مرخص شدی، دیوونه شدی؟ من خوبم بابا. نباید خودتو خسته کنی. دکتر به چی گفت؟ اگه بشینم مریض میشم بابا. بذار لاغل کار کنم. منو تو دردسر ننداز. بیا سر اینو بگیر گنه، بیا سرشو بگیریم ببریم. داداش من بذار زمین، من خودم بگیرش. حداقل بیا از بیا این ور.
کمکش کن. ولش کن ولش کن ولش کن. فکر میکنم از این به بعد دیگه با گلتن خانم میونمون بهتر بشه. خیلی خوب، قبل از اینکه لباسات کثیف بشن برو دانشگاه. بعد دانشگاه میخوام ببینمت، میخوام با هم دیگه بریم لباس بگیریم، باشه؟ من چرا باید بیام؟ که آینه جلوت بگیرم؟ نه بابا، میخوام واسهت کت شلوار بگیرم. گفتم که نمیام. چی کار میکنی؟ بیا اینو بگیر ببینم. نه نمیخوام. با اینا یه چیزایی واسه خودت بخر، حداقل پس انداز هندان خانم برای سرمایه گذاری های درست خرج بشه. بگیر پسرم. آفرین، لباسات با من. خب دیگه، به سلامت. ممنونم. خواهش میکنم. من دیگه میرم، میبینم. بابا من رفتم. به سلامت، حتو سایه برو. باشه. الو، اینجاست، تو مغازه است. باشه، گفتم فهمیدم. باشه هندم. مامانت گفت که داروهاتو فراموش نکنی. دمش گرم. ببین این پول مال شهرداریه، اینم میذاریم واسه جنسا. چطوره؟ گردنمو ماساژ بده. من شورت مرد نمیفروشم. گفتم تیشرت واسهت میخریم، عصبانیم نکن. اول یه نگاهی به این حسابا بنداز، بعدم بگو. خب ببین، بعد از اینکه همه چی تموم میشه بازم تو دست 2300 لیره میمونه، دیدی؟ بهتره بگیم 1300 تا، چون که از 20000 تا 1000 تاش رفت. عمو جون اگه یکم دیگه وقت تلف کنیم تو این پولم به هدر میدی. نه بابا، دیوونه ای مگه؟ یواش. بس دیگه، خسته شدم. خیلی خوب، بس دیگه، ممنون. بچه غذا آماده است. اومدیم. آخه دخترم، چرا پسر مردمو میبوسی ها؟ بده ببینم. سیمای بیا. ضعف کردم. این دختره هر روز عصر باید بیاد اینجا؟ خیلی پر روه، خیلی. چته؟ مادر شوهر بازی در میاری؟ خب دیگه بیای. اومدیم خاله هندان، اومدیم. واه چقدر گشنمه. علی تو اینجا؟ تو هم دخترم اینجا بشین. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. نوشه جو، گنایم اومد. بذار من برات بریسم. من اومدم. خوش اومدی پسر. ممنونه. بیا بشین، ما شروع نکردیم تا بیای. خوش اومدی. سلام سیمای، اینجا چه خبره؟ من که دیگه جز خانواده شدم، دیگه هر شب اینجا. خیلی خوبه. رو چشمون جا داری پسرم. بازم پول خرج کردی؟ کت شلوار خریدم واسه بابا. برای دعوت سینان ریناس بابا، بچه داره سرمایه گذاری بلند مدت میکنن. و اما این اینم مال توه. من که بهت گفتم نمیخوام. من که نمیام. نه اتفاقا میای. نه میای. داداش خیلی قشنگه. کوزه خواهش میکنم. گفتم که نمیرم، اصرار نکنید. چرا؟ تو هم خودتو جا کن، چی میشه مگه؟ پسر مردم از دیدنت محروم نکن. امتحانش کن ببینیم. زود باش کوزه.
آخرین برخوردمون تو آنتالیا با اون خانواده خیلی خوب نبود. جمرم تنها میمونه، اونم خیلی اصرار میکرد لطفاً بریم. تو هم که همش دنبال تفریحی. تصمیم تو بگیر، اینو میخوای؟ بده ببینم. عاشقتم. دست درد نکنم. مرسی آقا. خواهش میکنم. شب بخیر دوستان. خوش اومدی آقای گونه. آقا گونه خوبه؟ بهت میاد؟ بانو اینجا زندگی میکنه؟ خوب جای سفره پهن کردی. ببینم اصلا این خونه است؟ شبیه قصره. عجب پولی دارم پسر. ماشین نمیذاشتن که بیاریم تو. جمرم اومد. سیندرلا وارد می شود. سلام. چه خوشگل شدی امشب واقعا. سلام خاله گلتن. سلام بچه ها، لطفا روبوسی نکنین، جمره آرایشش به هم میخوره. خیلی دیر کردیم، بریم. دامنتو بگیر جمره جون. راستی مامان چرا نیامد؟ نرسید، کارش به موقع تموم نشد. حیف شد. سلام. سلام. خوشبختم. گلتن چایک، جمره چایک. خیلی خوش اومدی. خوشبختم. جمره عزیزم چقدر خوشگل شدی. متشکرم. مامانم گلتن خانم. خیلی خوش آمدید. متشکرم، گلتن هستم. از آشناییتون خیلی خوشبختم. لطفا بفرمایید. جمره خوش آمد. چه جور خونه ای ها؟ خیلی خوشگله. برداریم؟ باشه برداریم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نه همینه که من میگم. سلام. سلام عزیزم. ایشون مامانتونه. خوش بگذره. سلام. احوال شما. ببین با گونه ای چطور رفتار میکنه؟ برگرد نگاه نکن، تو از این دختر خیلی با ارزش داری. همش به خودت بگو، هی بگو. بابا جون کوزه ای، برادر گونه ای. فکر کنم تو آنتالیا با هم آشنا شده بودی. بله بله. ببخشید زیاد شوخی کردیم. سیما دوست دختر کوزه ای. خیلی خوشبخت. منم همینطور. کوزه ای شراب بردارین و خوش باشین. گونه ای تو هم با من بیا، میخوام با عثمان بیگ آشنات کنم. آها باشه الان میام. برمیگردم. سلام، خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. ممنونم. خیلی. ها خوش اومدین. من از همین حالا و سلام سر رفت. واسه اولین بار تو زندگیم دارم همچین چیزایی تجربه میکنم. اذیتم نکن. باشه این کاخ آدمش مال تو. آب بیاریم لطفاً. نمیتونم مشروب بخورم. میخوام قرصمو بخورم. سه تا هم یخ داشته باشه. عمرن بذارم اینا رو نصب کنی. عمرن بذارم. قرار نیست توی سالن نصب بشه عشقم، قراره توی این اتاق نصب بشه که مهمونا وقتی میرن ببیننش. این آبرو ریزیه باریش، چنین چیزی ندیدم. به چه حقی هان؟ به چه حقی؟ ولی گوش نمیدی عزیزم، گوش نمیدی. موسیقی
کوزه تلفنت. الو. سلام آقای تکنوغلو، گزارش شما را به صورت زنده میشنویم. تصویر برفکیه برادر. با ما جور نیست. برو بابا. آره. سیما یکم خوش بگذرونه، بعدش حتما میاییم. خب اگه زود برگشتیم یه سر بهم بزنیم. حالا ببینیم چی میشه. خب دیگه اینجا سر صداست. داداش اگه خوش نمیگذره ارازل جمع کنم اونجا رو شلوغش کنیم بریزیم به هم. نه بابا ولش کن. خب دیگه کاری به ما نداری؟ خداحافظ. اونجا رو ببین، بالاخره اومدن. سلام، مبارک باشه. دیوونه است. سلام جمله جون، خوش اومدی. گلتن خانم شما خوش اومدی. خیلی ممنون. چطوری؟ خوبیم، شما چطور؟ خوبم، همه چی رو به راهه؟ بله. عالیه، پس من فعلا با اجازتون میرم، میبینم اتون. خواهش میکنم. برای یکی شدنمون بنوشید. یکی شدن شرکت هامون و یکی شدن داداش هم با بنوز. به سلامتی. به سلامتی. خیلی آدم خوششانسی هستی. خیلی ممنونم. ولی چرا؟ تازه فهمیدم که دوست پسر بانو هستی. جان من لطون نمیدم. جان یه لحظه بیا. فعلا. چرا همچین چیزی گفتی؟ من که همچین چیزی نگفتم، ولی معلومه ما رو برای هم مناسب میبینن. جمری از صبح تا حالا از هیجان هیچی تو دهنم نذاشتم. بریم یه جا بشینیم بخوریم، همش باید سرپا بایستیم. هرچی زودتر شروع کنن دیگه، مردم اینقدر سرپا بایستادم. به خدا کمرم درد میکنه. براتون برکت، سلامتی و عشق آرزو میکنم. چه عروس اونوقیه. دختره بود؟ رسما برقش چشامو کور کرد. چیو میگی؟ یه خورده با دقت نگاش کن. باید عینک آفتابیمو می آوردم. ویل کن بابا. و تو این روز خوب میخوام یه چیزی دیگر رو براتون بیان بکنم. جمره داره شروع میشه. جمره، رقابت شیرینی که بین شرکت های سینائر و کارخانه کاتمان اغلوها بوده قراره که شکل تازهی پیدا بکنه. برای تولید محصولات جدیدمون رقابت رو کنار گذاشتیم و قرار شده که دست به دست هم کار رو ادامه بدیم. جمره زود گوش بیا. برو دخترم، هیجان زده نشو. چهره تبلیغی محصولات جدیدمون توی ترکیه و اروپا هم ایشون خواهند بود، خانوم جمره چایک. بعد از این بیشتر با ایشون آشنا میشیم. وقتی گلتن خانم رو رسوندین بهم خبر بدین، باشه؟ منو ببین، زیاد دیر نکنی. باشه. حواست به خودت باشه. باشه مامان جان. ببین بیا اینجا، به اون گونه اصلا رو ندیا، فهمیدی؟ باشه. ببخشید شامپوین حالمو بد کرد. مواظب باشید. آخه معده‌م اون عادت نداره. از دست شما مامان جان. ببین منو، حرفمو فراموش نکنی. باشه باشه. رسیدی زنگ بزن. بای بای. خیلی بامزه است.
میگم کاش منم باهاش میرفتم. اشتباه نکن، شب تازه داره شروع میشه. تو داری میلرزی، مریض نشی؟ نه حالم خوبه. همه از تو میپرسن، میگن اینا از کجا گیر آوردی؟ خیلی پروژه خوبی میشه، از همین حالا معلومه. چی شده؟ غیبت زد. تقصیر من نیست که این خونه بزرگه. بیا تو، بیا بیا، نترس. عکس‌ها رو دیدی؟ دخترمون واقعا یه مدل شده ها. خیلی خوب، بزن بریم.